سلام. سردرگمی یکی از اتفاقها و حسهای خیلی رایجیه که توی روزا و هفته های اول مهاجرت تجربه میکنیم. اصلا وقتی میریم به یه شهر جدید، به یه کشور جدید و خیلی نمیدونیم که باید چی کار کنیم چی کار نکنیم، تو اون روزای اول خیلی گیج میزنیم هممون. و چون منبع و مرجعی هم نداریم که باید بهش مراجعه کنیم که حالا بخواد بهمون بگه چی کار باید بکنین، هی بعد چیزای مختلف رو بخونیم، هی بعد از آدم های مختلف سوال بکنیم، راه های مختلف رو بریم، خیلی وقتا به در بسته میخوریم و بالاخره یه جایی در برامون باز میشه. و خب این درهای بسته همه باعث میشه که آدم خسته بشه. همه آدم ها تجربه هایی داشتن توی مسیر که تجربه آدم های مختلف خیلی راهگشاست و خیلی کمک میکنه که ما بتونیم راهمون رو یکم هموارترش بکنیم و کمتر اون سردرگمی رو داشته باشیم. من توی ویدیو میخوام راجع به تجربه خودم برای وقتی که میایید پرتغال و از وقتی که ویزا میشین و وارد پرتغال میشین تا زمانی که میخواییم برین کارت اقامتتون رو بگیرین راجع به اون صحبت بکنم. 5 تا کاری هست، 5 چیز مهمی هست که توی این بازه باید بهش دقت بکنیم. بعد از اینکه ویزا میشیم خب خیلی هممون خوشحالیم دیگه. خوشحال از اینکه ویزا شدیم، ویزامون رو گرفتیم، ریجکت نشدیم و الان به این فکر میکنم که خب کی بلیت بگیرم، چجوری بیام، وسایلم جمع بکنم و همه این چیزا که قبلا هم یه ویدیو داشتم که کامل توضیح دادم که کارهایی که بهتره تا قبل از خروج از ایران انجام بدیم چیا هستش. ولی وقتی که وارد کشور جدید و شهر جدیدمون میخوایم بشیم، بزرگترین نگرانمون اینه که کجا قراره بمونم، سقف بالای سرم چیه. به قول فرهاد، تو فکر یک سقف و یه سقف بیروزن. خیلی ممکنه وقتی میخوام برن یه شهر جدید، دوستی، آشنایی، فامیلی کسی داشته باشن و میتونن برن که روزای اول اونجا بمونن، که خب واقعا آدمای خوششانسی هستن که روزای اول میرن پیش کسایی که میشناسن و تا حدی دلگرمیه براشون. خیلی تصمیم میگیرن که برن هتل یا ایر بی ان بی بمونن، که یه مشکلی که داریم برای ما اینه که چون کارت بانکی و حساب بانکی بین‌المللی نداریم نمیتونیم بگیریم و باز مجبوریم از دوست و آشنامون کمک بگیریم که واسمون اون خونه یا اون هتل رو رزرو بکنم، یا یعنی اینکه از آژانس‌های مسافرتی بخوام که این کار رو برامون انجام بده. ولی وقتی که میرسیم پرتغال باید حتما برین یه خونه یه جایی رو بر خودتون اجاره بکنین و قرارداد داشته باشین که این قرارداد رو ببرین به فریکزیا که حالا میشه به اصطلاح اداره، مثلا اداره محله، شورای محله میشه، که شما قراردادتون رو میبرید اونجا و بهتون یه پروف آدرس میده. این پروف آدرس رو برای کارهای کارت اقامتتون، کار بانکیتون، نیف نامبرتون، برای همه چی احتیاج دارین. سایت هایی هست که میتونید توش بگردین که معروف ترینش سایت ایدالیشتا است، که تو این سایت ایدالیشتا هم میتونید اتاق پیدا کنین، هم استودیو پیدا کنین، هم خونه پیدا کنین، هم حتی خونه برای فروش هم اون تو گذاشتن، همه چی میتونید توش پیدا بکنین. و مخاطبتونم، یعنی در واقع کسی که آگهی‌ها رو میذاره، صابخونه ها هستن و باید با صابخونه ارتباط بگیرین و اونجا بهش پیام بدین، یا اینکه شمارش هست بهش زنگ بزنید، باش قرار ست کنید، برین خونه رو ببینید و حالا اگه اوکی بود قراردادتون رو ببندید. یه پوینت منفی که داره اینه که خیلی ممکنه که سخت جواب بدن، ممکنه از هر 5 نفر یه نفر بهتون جواب بده. ممکنه خیلی ها که میخوان خونه اجاره بدن، این توی خونه خیلی پیش میادش، وقتی میخوان خونه اجاره بدن از شما قرارداد کاریتون و گارانتر رو، کسی که مثلا گارانتیتون بکنه و همه اینا رو ممکنه بخوان برای اجاره خونه. احتمال خیلی از خونه ها اینو میخوان، کسایی که خونه هایی که با شخص در ارتباطین اینو میخوان، که خب وقت تازه اومدین نداره اینا رو، یکم اینجا کار سخت داره، که اینا میتونید تو توضیحات خونه ها بخونید که اگر که نوشته خب دیگه وقتتون رو حرام نکنید که سراغ این خونه ها نریم، یعنی بریم سراغ خونه هایی که خیلی به قرارداد کاری احتیاج نداره اگر هنوز قرارداد کاری ندارین. ولی برای گرفتن سویت یا اتاق خیلی احتیاج به قرارداد کاری و چون میگم حقوق فیش حقوقی این داستانا نیستش. ولی پوینت مثبت سایت ایدالشان اینه که میتونید برین خونه رو، اتاق و سویت و هر چی که هست رو میتونید برین ببینید و صرفا روی عکس ها حساب نکنید. و تو این سایت همه چی پیدا میشه، یعنی از خونه های خیلی خوب تا خونه ها و اتاقه که خیلی بد هستن، یعنی شاید مثلا با میلمون نباشن اون تو ما ببینیم. دو تا سایت دیگه ای که تو اینا ما با سایت در ارتباط داریم، یعنی در واقع ما لازم نیست با صابخونه ارتباط بگیریم، توی سایت عکسای خونه رو میبینیم،
اونجا درخواست بدیم که میخوام از فلان تاریخ تا فلان تاریخ ما بیایم. اکثرا شورت ترم یا لانگ ترم، یعنی مثلا نمیتونیم برای یه هفته یا دو هفته از این سایت ها خونه اجاره بکنید. درخواست میدین و اگه قبول بشه تاریخ مشخص و هر تاریخی بخواین میرین اونجا. ولی خب پوینت منفیش اینه که نمیتونین برین خونه رو بازدید بکنین دیگه، بعد از رو همون عکس ها و چیزایی که نوشته به همون ها اکتفا بکنین. و خب اکثرا دیگه اینا قرارداد کاری ازتون نمیخوان دیگه، یعنی وقتی که با سایت در ارتباط هستین گارانتور شما در واقع اون سایت هستش که صاحبخونه ازتون قرارداد کاری نمیخواد. بعد از ورود به پرتغال یکی از شمارهایی که برای هر چیزی لازمه که داشته باشین برای هر کاری، از همون قرارداد خونه گرفته تا خرید هر وسیله توی خونه، حتی واسه خرید کردن اجباری نیست، ولی برای قرارداد خونه، حساب بانکی، صفتون، برای همه اینا این شماره، شماره مالیاتی واجبه که داشته باشین که اینجا معروف به نیف نامبر. شماره نیف نامبرتون رو برای اینکه بخواییم بگیریم باید برین مرکز به اسم لوژا دو سیداده. اما تجربه که من داشتم، کاری که من کردم این بود که به این شرکت های واسطه ای که این کار واسه همون انجام میدن به اونا سپردم. اون موقع از من مبلغ 70 یورو فکر میکنم 70 یا 90 یورو گرفتن و در عرض یه هفته و 10 روز شماره منو دادن. چون وقتی اومدم اینجا بعد وقت از قبل میگرفتم و وقت از قبل گرفتم باید اپشو نصب میکردم، خیلی شلوغ پلوغ بود و نمیدونستم دقیقاً چجوریه. راحت ترین کار واسه همین بود که به یکی از همین در واقع شرکت های واسطه دادم. هم مدرکی هم که لازم داره اینه که یه آدرس، چون هنوز تو کارت اقامت اینجا رو نداری، یه آدرسی از کشوری که اومدی، از مثلا ایران من قبض تلفن که توش آدرس بود آوردم. مهم اینه که یک مدرکی که آدرس ایران داره و به نام تو رو ترجمه کنی و بهش بدی و براتون نیف نامبر رو میگیری. نیف نامبر کلا خودش هزینه‌ای نداره. اگر خودتون برین این اداراتی که به اسم لوژا دستیداده هستن، مثل پلیس به اضافه 10 یا دفتر پیشخانه ایران که میرفتیم کار اینجوری انجام میدادیم، همه اینجور کارا هم باید توی لوژا دستیداده انجام بدیم، کاری که این مدلیه رو. یه اپی هم داره به اسم سیگا و از توی همون وقت میگیرین و میتونین انجام بدیم. اگر هم وقت نگیریم باید صبح اول وقت خیلی زود بریم و یه صف طولانی وایسیم و نوبتتون بشه، که من برای گرفتن کارام مثلا اکثرا میرم و همین صف رو باید میستم. ولی خب میتونین هم بدونی که صف بخواهیم با خیلی راحت وقت بگیرین و بریم. پس برای قرارداد خونه که مرحله اول بود شما نیف نامبر رو احتیاج دارین. پس میتونین نیف نامبرتون رو از همون موقع که تو ایران هم هستین با این شرکت ها مکاتبه کنین و بگین که براتون نیف نامبر رو بگیرن، که وقتی میان اینجا و میخوان قرارداد خونتون رو ببندین دیگه نیفتون هم آماده است و دست. یه شماره دیگه که توی پرتغال لازم داریم نیس نامبره. نیس نامبر رو برای کسی که کار میکنن لازم داره، یه چیزی مثل شماره تامین اجتماعی میمونه که در واقع سابقه کاری شما توی اون هستش، مالیاتایی که رد کردین، جایی که کار کردین، همه اینا توی اون هستش. بعضی از شرکت ها خودشون نیس نامبر رو میگیرن، بعضی وقتا خودتون لازم که نیس نامبر رو بگیرین. نیس نامبر برای کارت اقامت ضروری نیست، ولی اگه داشته باشین خیلی بهتره. ممکنه که گیر بدن، ولی احتمال خیلی، به من موقع که رفتم گیر ندادن، ولی خب به بعضی ها ممکنه که گیر بدن. نیس نامبر هم گرفتنش از طریق سایت انجام میشه آنلاینه. یه فرمی هست، فرم میکنین و درخواستتون رو میدین، بهتون ایمیل میاد که شما آماده است و بیاین تحویل بگیرین و باز میرین تو همین مرکز لوژا دستی داده و از اونجا تحویلش میدین. شماره بعدی که توی پرتغال لازم دارین SNS نامبرتونه، که همون در واقع شماره سلامتتونه، که برای اینکه بخواین همه کارهایی که مربوط به سلامت و بهداشت و بیمارستان رفتن و مرکز درمانی و همین رفتن به SNS نامبرتون احتیاج دارین. برای گرفتن SNS نامبرم بعد برین به نزدیکترین هلت سنتری که توش زندگی میکنیم، باید حتما نزدیکترین باشه، چون اینجا با پروف آدرس چک میکنن که بهش هم میگن که سنترا د ساودا یا همچین چیزی مینویسم اسمشو. باید برین اونجاها و درخواست بدین که براتون SNS نامبر رو بدن، که سنتر ساودا که من رفتم روی دیوار زده بود، مدلش اینجوری بود که روی دیوار زده بود که این مدارک رو، لیست مدارک هم نوشته بود که لیست مدارکتون رو بفرستین به این ایمیل و ما براتون میفرستیم، که من این کار کردم، مدارکم فرستادم و لیست در واقع شماره SNS هم بهم دادن. و اما حساب بانکی.
با توجه به قانونی که تقریبا یه سال و نیم اخیر گذاشتن، بعد از اینکه کارت اقامتتون رو بگیرین میتونین برین بانک و حساب بانکی باز کنین. قبلا با پاسپورت هم میشد حساب باز کرد، اما از می 2022 این قانون رو گذاشتن که دیگه هیچ ربطی به پاسپورت ایرانی نداره. یعنی همه میگن که با پاسپورت ایرانی حساب وا نمیکنن، هیچ ربطی به ملیت ایرانی نداره. با هر پاسپورت خارج از اتحادیه اروپا، خارج از ایو که باشید، دیگه حساب بانکی وا نمیکنن. یعنی فقط یا باید اقامت پرتغال رو داشته باشین یا پاسپورتتون برای اتحادیه اروپا باشه. اما یه تناقضی که وجود داره اینه که وقتی میرین صرف، وقتی میرین اداره اقامت، ازتون حساب بانکی میخواد، اما قطعا تمکن مالی میخواد. خب ما تمکن مالی، چون که حسابمون هم اینترنشنال نیستش، نمیتونیم یورو نشون بدیم تو حساب بانکیمون، برای همه اینجا یه تناقضی وجود داره دیگه. که راهکارش تا جایی که من میدونم آدم ها میتونن انجام بدن اینه که توی بانک اینترنشنال، یک بانک دیجیتالی هست به اسم ریولوت، که با ویزای تایپ دی، یعنی ویزای اقامتی، میشه توی ریولوت حساب وا کردش. من لینک ریولوت هم براتون تو کپشن میذارم که میتونین از اون لینک به این حساب وا بکنین و خیلی هم راحته، حساب وا میکنین، کاملا همه چیش آنلاینه، میرین تو اپش حسابتون رو وا میکنیم، کارشناسه ای که ازتون میخواد پاسپورت و ویزاتونه، تا زمانی که ویزاتون اعتبار داشته باشه میتونین حساب بانکیتون رو داشته باشین و بعد از اونم این روز که حسابتون مسدود بشه بهتون میگه که حساب رو آپدیت کن، کارشناسه ای به روز آپدیت رو بهمون بده، که اون موقع دیگه کارت اقامتتون رو میگیریم و میتونین که کارت حساب بانکی رو براتون آپدیت بکنید. ولی حساب بانک پرتغالیتون هم به محض اینکه کارت اقامتتون رو بگیرین میرین بانک و به راحتی میتونین حساب بانکتون رو وا بکنین. حتی بانکی که من خودم حساب دارم، من تو بانک اکتیو حساب دارم، اینجا کاملا حساب باز کردنش هم آنلاین، حتی هیچ نیازی نداره که بریم بانک، آنلاین از توی اپ حسابتون رو وا میکنید و همه چی خیلی راحته. یکی خوبیای این بانک اکتیوی که من دارم، حالا نمیدونم باقی بانک‌های دیگه هم اینجوری هست یا نه، ولی خب من این بانک اکتیوو ماهانه هم هیچ پولی ازم کم نمیکنه و کاملا هم حسابش تو این بانک رایگانه. امیدوارم که این ویدیو و راهکارا و راهنمایی ها و تجربه من به کارتون اومده باشه و مفید باشه. سوالی داشتین توی سوالا برام بپرسین، تو کامنت ها ازم بپرسین و متشکرم که با من همراه هستین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.